این برنامه توسط سازمان هنر کره جنوبی طراحی و ضبط شده و با همکاری گروه مدرسه رویای بزرگ به زبان فارسی ترجمه و دوبله شده است. تمامی حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به سازمان هنر کره جنوبی و مدرسه رویای بزرگ می باشد. سلام به همگی، حالتان چطوره؟ یادتان است دفعه قبل چی چیزی را ترسیم کردیم؟ بله، صحرا را ترسیم کردیم و امروز حیوانات دیگه هم قرار است بیاین. من که خیلی هیجان زده هستم. پس آماده است داستانمان را شروع کنیم؟ روزی روزگاری در صحرا طوطی زندگی میکرد که بالش قطع شده بود و نمیتونست پرواز کنه. صحرا زیبا بود اما بسیار گرم بود و هیچ آبی هم در اونجا وجود نداشت. طوطی گفت: من به نوشیدن آب نیاز دارم اما نمیتونم برم جایی آب پیدا کنم. امروز قرار است یک طوطی را ترسیم کنیم. بیایید سر و بدنش را که هر دو به شکل دایره هستند را ترسیم کنیم. و پس از او منقار طوطی. اول چشمایش را ترسیم می کنم. و پس از او بالها. و دوم. و پرایش را ترسیم میکنیم. و در پایش شکل میتیم. و پس از او می توتی را در حال پرواز ترسیم می کنم. شما هم می تانید با هر اندازه و رنگی او را ترسیم کنید. حالا تصور میکنیم که این پرنده در روی ابر نشسته. اول میریم برای رنگ کردن پرنده. و قرار است از رنگ‌های مختلف بسیار استفاده کنم. Thank you.
و برای رنگ کردن آسمان از قلم شمعی استفاده میکنیم. پس از او پس زمینه را رنگ‌آمیزی میکنم. بیایید با هم رنگ‌آمیزی کنیم. قلمو را به رنگ آغشته کنید و با آب ترکیب کنید و همراهش رنگ‌آمیزی کنید. برای اینکه رنگ آسمان روشن باشه از آب بیشتری روی قلمو استفاده میکنم و با ترکیب رنگ آبی تیره در کنارش رنگ‌آمیزی میکنم. قبل از این قلمای شمعی را به خوبی دیده نمیتونستیم، اما حالا به خوبی دیده میشن. و کارمان به پایان رسید دوستان.
خب درس امروز چطور بود؟ امروز ما یک طوطی ترسیم کردیم. همه پرنده ها معمولاً پرواز میکنن، اما پرنده قصه ما نمیتونست و این ناراحت کننده است. همه شما تلاش کنید پرنده خود را به بهترین شکل ترسیم کنید و بگید که ای پرنده کوچک، از اینکه نمیتونی پرواز کنی متاسف هستم، اما تمام سعی خود را میکنم تا تو زیبا به نظر بیایی. پس ادامه بده و به این شکل است که پرنده ها شاد میشن. بسیار عالی. پس تا دیدار دوباره، خدا نگهدار.